گزارشی داریم شامل فعالیت‌های بورد توی این دو سال، عملکرد بورد، عملکرد و فعالیت‌های چپترها، عملکرد فعالیت‌های کمیته‌های اجرایی و بعد هم یک گزارشی هست که در مورد گزارش مالی رو خدمتتون ارائه میدم. خب سوتا یک، ببخشید که خیلی از این اسلاید ها به انگلیسی هستش، به هر حال ما یه سازمان بین المللی هستیم که در کالیفرنیا ثبت شده این است که، ولی اسلاید های فارسی هم هست، من صحبت هم همش به فارسی خواهد. ما یک ارگانیزیشن بین المللی هستیم که در سال 2000 در کالیفرنیا ثبت شده. در اون سال آقای دکتر حجبری فاوندینگ ممبر سوتا برنامه‌ای تشکیل دادن که همین فیلمی بود که شهریار به شما نشون داد و در کنارشون یه تعدادی از فارغ التحصیلای دهه 50 و 60 کمک کردن و همونجا تصمیم گرفته شد که سوتا متولد بشه. در استیت کالیفرنیا ثبت شدیم به عنوان یک سازمان غیر انتفاعی و با یک مأموریت و یک اساسنامه که تقریبا تو این 20 سال تغییری نکرد. مأموریت ما Build the Global Community of Sharif University Alumni and Associate to connect all members with each other and with university. در حقیقت سوتا کاری که میکنه این کار رو تسهیل میکنه، فسیلیتیت میکنه و فضای ایجاد میکنه که این فارغ التحصیلای شریف با هم در تعامل باشن. کامیونیتی ما فارغ التحصیلا، دانشجوها، اساتید و کارمندا هستند و هدفمون اینه که تشویق کنیم، ترغیب کنیم تعامل حرفه‌ای، علمی، اجتماعی رو در میان همه این اعضا که فکر میکنم الان بیش از 60,000 نفر در آلمنای شریف هستن، حدود 400-500 نفر فکولتی و 10,000 تا هم دانشجو. خیلی راه داریم که به اون عددا برسیم، ولی در اون چشم‌انداز ماست که بتونیم نهایتا همه این عزیزان رو وصل کنیم. ما یک سازمان غیر انتفاعی مستقل هستیم و بر اساس علاقه ها و اینترست اعضامون و یکی از نکات این است که وارد مقولات سیاسی، نژادی و در حقیقت مذهبی و اینها نمیشیم و کالچر ما واقعا یک کالچر است که چطور تمام این عزیزان وابسته به دانشگاه شریف رو به هم وصل. این یه اسلاید جالبی هست که اولین بار ما در بورد پنجم در اتاوا نشون دادیم و گفتیم که در حقیقت سوتا در وسط این مثلث قرار گرفته. یه طرف که اعضای ما هستن که در حقیقت بالاترین مقام این مجموعه رو دارن و اینها افرادی هستند که به هر حال اعضای بورد، اعضای چپترها، فعالیت‌ها همش از اعضا شروع میشه. منابعی در دسترسی دارن، وقت دارن و میتونن کمک. بعد میاد یک ضلع دیگه این مثلث که ما بورد سوتا و چپترها رو داریم. اینها در حقیقت این محمل رو ایجاد میکنن، این فضا رو ایجاد میکنن که این تعامل انجام بشه و نهایتاً خب همه ما تعلق داریم به دانشگاه شریف و شریف هم که مرکز یکی از دانشگاه‌های موفق و شناخته شده در سطح آسیا و بین المللی هست و در کار تدریس و تحقیق. این بورد ما هست، اعضای بورد که ما در حقیقت در اپریل 2019 کارمون رو شروع کردیم. شهریار مکارچی که در حقیقت از اول کار سوتا همراه بوده و همیشه همکاری داشته با سوتا، در دو سه بورد هم حضور داشته.
فرزاد خمامیزاده که از اساتید سابق دانشگاه صنعتی شریف هستش و الان سال هاست که در تورنتو زندگی میکنه، شرکت خودش رو اداره میکنه و بار اول هست که در بورد سوتا هست. همینطور شیوا داوودپور که تریجرر ما هستش و ایشون هم سال هاست در یه شرکت مهندسی فعاله و یک سازمان خیریه خودشو داره که به کودکان نیازمند در ایران کمک میکنه. داریوش علیپور دیرکتور ما هست، مقیم سوئد، ایشون هم در یک شرکت مهندسی در سوئد فعال هستش و اکتود پروژه ها رو ایشون مدیریت کرده که راجع به صحبت میکنیم. سیامک آرام از سال 2016 با برد در دو برد سوتا حضور داشته، ایشون هم در یک دانشگاهی در پنسیلوانیا مشغول تدریس هست. رضا معتمد سالها در ایران در بخش صنایع خودرو مدیریت داشته، مدیریت اجرایی، مدیریت ارشد و ایشون هم بار اولی هست که در بورد حضور داره. خود بنده هم از سال 2008 با سوتا همکاری میکنم، این سومین بوردیه که درش حضور دارم و از نظر حرفه‌ای بعد از حدود 25 سال کار در صنعت در مراکز تحقیقاتی الان 5 سالی هست که در یک کالج در ویرجینیا مشغول تدریس هست. ما در کنارمون یک مجموعه با ارزشی داریم که اغلبشون در حقیقت فاوندینگ ممبر سوتا بود، آقای دکتر فریدون حجبری که کلن سوتا به ابتکار ایشون و با همت ایشون در سال 2000 شروع شد، دکتر فریبا آریا که ایشون هم از ابتدا با سوتا بودن، در چند بورد حضور داشتن، یه بورد هم رئیس بورد بودن و تو بورد ما هم در بخش تدوین آیین‌نامه ها و پلانینگ فعال بودن. دکتر جلیل کمالی باز از ابتدا بودن در سوتا، در دو بورد حضور داشتن و در یک بورد هم رئیس بورد بودن. ایشون هم تو این دو سال توی اوارد کمیتی و گایدلاینز کمیتی آیین‌نامه ها کمک کردن. دکتر زاهد شیخ‌الاسلام اسلامی باز از فاوندینگ ممبر ها هستن که در حال حاضر در تهران ساکن هستن. ایشون هم سالها در امریکا شرکت خودشون رو داشتن، شرکت های متعددی و الان ریاست یک دانشکده ای رو در زنجان در بخش مدیریت بود و تو بخش آیین‌نامه ها فعال بودن. دکتر بهرام زهیر باز دو دوره در بورد بودن و در بورد کمیتی هستن و در گایدلاین کمیتی و دکتر مسعود الفت هم در یک شرکت تلکامیونیکیشن دیرکتور اون شرکت هستن و در بخش برنامه ریزی و وبینارها مک ما بودن. ما در کنار این در حقیقت بازوی اجرایی و یه بخش بسیار مهم سوتا همین چپترهایی هستن که در حال حاضر در تورنتو، در سوئد، در واشنگتن، در سیاتل، تهران و قبلا هم در کالیفرنیا منکوور داشتیم که اینا یه مدتی حالا به اصطلاح در مرخصی بودن ولی الان دوباره فعال شده از امسال و یک چپتری هم در مسیر انتخابات و تشکیل در آلمان است. بعد کمیته های اجرایی رو داریم که اغلب از داخل خود بورد ایجاد شدن. بورد همونطور که میدونید به هر حال وظیفه اصلیش ایده پردازی، استراتژیک پلنینگ و این کارهایی هست که انج بخته داره که واقعا روی با تاکید روی مأموریت و اساسنامه بتونه این برنامه هایی که موفق بوده در طول سالها ادامه بده و برنامه های جدیدی رو ایجاد کنه. یک کمیته اعضا داریم، کمیته شاخه های سوتا رو داریم، کمیته ارتباطات رو داریم،
کمیته ایونت ها و مراسم رو داریم و کمیته آموزش و وبینار ها رو. دو تا کمیته هم به طور ادهاک تشکیل شده و کمک ما هستن و سال هاست که این کارها رو انجام میدن، کمک بردهای مختلف هستن. یکی اوارد کمیته است که از سال 2010 شروع کرده و یکی هم این کمیته آیین نامه هاست. گزارشم رو با یه هایلایت شروع میکنم در دو صفحه و بعد میریم توی جزئیات گزارش کمیته ها و چپتر ها. ما 22 تا تا حالا اینجا 20 تا نوشتیم، ولی خب در سال 2021 هم ما دو ماه فعال خواهیم بود تا برد جدید وارد بشن. بنابراین تا حالا 22 گزارش ما داشت جلسه هیئت مدیره داشتیم که اینجا تصمیم گیری، تصمیم سازی انجام میشه و پروژه ها هماهنگی میشن و تایید میشن، تصویب میشن و مینوت همه این گزارش ها در وبسایت ما برای شما هستش، وجود داره. یک کار بسیار مهمی در این برد انجام شد و اون تجدید ثبت سوتا به عنوان یک شرکت غیر انتفاعی بود. این ثبت در برد قبلی به علت مسائل مالیاتی که از بردهای قبل مونده بود به هر حال این کنسل شده بود و خیلی جالبه من وقتی این خبر رو به عنوان اولین پروژه به تریجررمون خانم شیبا داوودپور گفتم، فکر میکنم وقتی نگاه کردید که چقدر باید کار کنیم تا این درست بشه آماده بود که استعفاشو بده، ولی به هر حال شهریار و دوستان دیگه کمک کردن و این کار بعد از 7-8 ماه تلاش زیاد، تعاملات با وکیل، با اکاونتنت، اینها به ثمر رسید و واقعا یک کار بسیار مهمی است که شیوا تونست انجام بده و با نظم، با برنامه‌ریزی خیلی خوب و ما همینطور تونستیم که مسائل مالیاتی رو به روز بکنیم. البته یه مقدار برای ما خرج داشت که خب اینها حامیان سوتا تقبل کردن. حدود دقیقاً 6440 دلار تونستیم جمع‌آوری بکنیم و حالا من از حامیان آخر سر تشکر خواهم کرد. اعضای ما وقتی شروع کردیم 85 نفر بود تا اونجا که من یادمه، یعنی به یه حد خیلی پایینی رسیده بود و یه مسئله‌ای بود. یکی از کارهای این بود که چیکار کنیم فعالیت‌ها رو که بتونیم اینو بالا ببریم. الان شهریار اطلاع داد که 216 ممبر هستن، حالا چند تاشون ممکنه هنوز پرداخت نکردن، ولی این ما رو یعنی تونستیم اعضا رو دو برابر و نیم کنیم. این خیلی به نظر من پیشرفت خوبیه. اعضای سوتا معمولا از حدود 150-60 تا در سالهایی که ریونیون نیست میره به سمت 500-600 تا وقتی ما ریونیون داریم و این که ما بتونیم در یه دوره بدون ریونیون اینو دو و دو نیم برابر کنیم به نظر من یک اچیومنت با ارزشی است. ما برنامه ریزی همونه کرده بودیم که ریونیون رو در مرداد آگست در حقیقت 2020 انجام بدیم. خیلی کار شد و وقت گذاشتیم، ولی از ابتدای 2020 که این سرصدای پندمیک شروع شد عملاً به خاطر ایمنی اعضا ناچار شدیم که اونو کنسل بکنیم، ولی قرار شد که یک کار برحال ورچوال روی زوم انجام بدیم که این کار انجام شد و موفق. برنامه اوارد همونطور که گفتم از سال 2010 شروع شد، امسال هم اجرا شد و خیلی موفق، اعضای بسیار خوبی رو این در حقیقت گروه اوارد انتخاب کردن و مراسم خیلی خوبی هم در زوم آنلاین داشتیم و هم در تهران. از کارهای مهم دیگه یه پروژه بود که اینو همکارمون داریوش علیپور در حقیقت چمپیون این پروژه بود و اینو از ابتدا شروع کرد به عنوان یک گرانت برای فارغ التحصیلایی که میان خارج و نیاز به کمک مالی دارن، حالا برای سفر یا برای اینکه کنفرانسی برن، در یه برنامه تحقیقاتی شرکت کنن و اولین دورش رو تونستیم اجرا کنیم.
یه چپتر در آلمان همونطور که گفتم داره در حال تولد هست. فرخ جان، برنده های استودنت گرانت دیروز اعلام شد، خواستم اعلام شدم. بله، من گزارش داریوش رو دارم الان خدمتتون در جزئیات میگم. و دو تا همونطور که گفتم چپتر شمال کالیفرنیا و ونکوور هم ریستارت شده و همونطور که خدمتتون گفتم ادوایزرهای ما پرزیدنت های سابق سوتا خیلی وقت گذاشتن. یکی از کارهای خوبشون این بود که تیمی رو ایجاد کردن که یک پروپوزالی برای پلن آینده سوتا داشت که حالا من خدمتتون بعد توضیح میدم. و همینطور چندین آیین‌نامه رو تهیه کردن که در بورد تصویب شد. داکیومنتش های مختلفی درست شد و برای روش های اجرایی و مسئولیت های بورد و همینطور در مورد الیکشن. برنامه های آموزشیمون سال 2020 خیلی فعال شد. 6 تا وبینار داشتیم که از طریق زوم پخش شد و موفق بود. همه اینا در یوتیوب هست، شما میتونید برید ببینید. 3 تا نیوزلتر و خبرنامه فصلی هم برای دوستان اطلاع رسانی فرستادیم و نهایتاً وبسایت رو آپگرید کردیم. شهریار خیلی روی این کار زحمت کشید و اخیراً هم محبوب بلندی کمک کرد یک طرح خوبی رو رو وبسایت حالا برید میبینید که خیلی منظم و مرتب اجرا شده. خیلی فعال شدیم، یعنی از همون شروع بردمون توی سوشال مدیا فعال شدیم. قبل از اون یک فعالیت های تو فیسبوک و لینکدین وجود داشت ولی اینو ما به تلگرام و واتساپ اکسپاند کردیم و حالا جزئیات رو بیشتر براتون توضیح میدم. ولی فکر میکنم در مجموع با وجود اینکه اوایلش برای مدیریت این کارهای مقدار چالش هایی داشتیم ولی در مجموع کار خیلی خوبی شد. یعنی واقعا یک فضایی برای تعامل ایجاد شد و بعد هم خب یه دونه تلگرام دیگه فقط خاص ممبرها ایجاد کردیم و نهایتا هم تو این ماه اخیر با کمک الیکشن بورد این برنامه‌ریزی های الیکشن بعدی رو انجام. خب من شروع میکنم با گزارش کمیته ها. هر کدوم از این کمیته ها همونطور که میبینید اعضای بورد ما درش فعال هستن و در مورد ممبرشیپ خب بهترین خبر این بود که افزایش خیلی خوبی داشتیم، 2.5 برابر شد اعضای ما. به طور پریودیک اعضای بورد ما در ارتباط بودن با چپترها و برنامه هاشون و کمک‌هایی که ما میتونستیم بکنیم. تعداد زیادی ممبر جدید جذب شدن و یکی دو تا سروی هم پرسشنامه هم پر کردیم که نظرخواهی بکنیم از ممبرها. کمیته ارتباطات همونطور که خدمتتون گفتم آپگرید وبسایت سوتا، 3 تا نیوزلتر و فعالیت زیاد در سوشال مدیا، تلگرام و لینکدین. لینکدین از سال 2006 شروع شد. البته یک کانال یه طرف است که فقط خبرهای سوتا و خبرهای دانشگاه شریف رو میدیم. در حال حاضر 2200 عضو داره. تلگرام بزرگ که در حقیقت در ابتدای کار برد ما شروع شد ولی یک جهش زیادی در ماه جون 2020 داشت. الان در یه مقطعی بالای 1300 نفر بودن ولی هنوز الان بالای 1000 نفر عضو هستن و اطلاعات خیلی جالبی اینجا میاد. یه طیف وسیعی از کامیونیکیشن اینجا وجود داره و به نظر من خیلی خوب به اخبار اطلاع رسانی راجع به در حقیقت اون چه که در فضای صنعتی مملکت اتفاق میفته در دانشگاهمون و شاید از همه جالبتر همین خاطرات و عکسایی هست که دوستان شیر میکنن. و سوتا ممبر هم همونطور که خدمتتون گفتم سعی کردیم بیشتر جهتش در خبررسانی اخبار سوتا باشه و اخبار انتخابات. و بله، کمیته اوارد
خیلی فعال بود امسال دکتر جلیل کمالی و دکتر بهرام زهیر این کمیته رو اداره میکنن از سال 2010 و امسال هم در حقیقت برگزیدگان شایسته ای داشتیم و برای اینا دکتر دورعلی، آقای دکتر عادل فردوسی پور و خانم مهنوش نادری برگزیدگان امسال بودن. یک برنامه روی زوم داشتیم در ماه اکتبر و مراسمش هم در ژانویه در تهران برگزار شد و خیلی جالب بود این برنامه امسال، فکر می‌کنم به دلیل آقای فردوسی پور که به هر حال خیلی محبوبیت خاصی در کشور دارن انتخاب شده بودن. این کل این برنامه در یوتیوب فکر کنم بالای 1300-400 تا بیننده داشت و اصلا خبر رسانه‌ای شد در مطبوعات داخل و به های دیگه مطرح شد. کمیته ایونت ما همونطور که گفتم ما متاسفانه نشد به علت پندمی، که ما برنامه ریزی که برای کالیفرنیا داشتیم که ریونیون اجرا بشه و تقریبا تمام برنامه ریزی ها شده بود، فاینانشال فورکست و همه کارا شده بود، ولی متاسفانه در ماه فوریه سال 2020 به دلیل خبرهای پندمیک ناچار شدیم این برنامه رو کنسل کنیم و رفتیم روی برنامه ورچوال که یک تیمی از بورد، شیوا داوودپور، سیامک آرام، شهریار مکارجی و خود من اینوالو شدیم که برنامه روی یوتیوب اجرا شد. فکر میکنم بیش از 100 نفر اونجا روی زوم شرکت کردن تو برنامه لایف و روی یوتیوب هم موجود هست که همه ببینن. در کنار این یه سری برنامه هایی از تلگرام بیرون اومد، شناسایی شد یه سری علاقمندی های دوستان، اعضا، و بر اساس اون یه سری برنامه های فرهنگی هنری مثل شب شعر، شب موسیقی، برنامه آواز، تدریس آواز، شب فیلم، اینها با هماهنگی سیامک آرام انجام شد. البته این کارا در ابتدا هست، چند تا بیشتر برنامه ایجاد نشده، ولی امیدواریم که اینا در برنامه‌های آینده ادامه پیدا کنه و وسعت پیدا کنه. برنامه های خوبیه، عده زیادی از اعضا جذب شدن و یه جورای مکمل وبینارهای فنی و تخصصی ما هست، فان هست و دوستان علاقه دارن شرکت. برنامه های آموزشی ما همونطور که گفتم ما 6 وبینار رو اجرا کردیم. آقای دکتر زرقامی که در دهه 50 رئیس دانشگاه بودن چند ماه پیش مهمان ما بودن، سخنرانی خیلی خوبی در مورد آموزش و توسعه صنعتی ایران ارائه دادن. دکتر بهروخ خوشنویس، دکتر فرخ محمدی، دکتر الهه انسانی و دکتر مسعود الفت از اعضای فعال بورد، اینها سخنرانی های خوبی رو در بخش های مختلف تخصصی ارائه دادن که همش روی یوتیوب هست. اگر ندیدید دعوت بکنم که ببینید. آخرین سخنران ما پروفسور کامران وفا، یه شخصیت شناخته شده بین المللی، استاد فیزیک هاروارد بود. اینا یه عکسایی از صحنه های وبینارها هست که در زوم برگزار میشه و نه تنها یک بخش آموزشی است، بلکه یه فضایی شده که خیلی از همکلاسی ها، دوستان، اینا با هم ارتباط ایجاد کنن. این بازی جلسه دیگری هست که دکتر وفا اینجا عکس نشون داده میشه مهمان ما بودن، همین در ژانویه برگزار شد. این پروژه است که خدمتتون گفتم داریوش علیپور در حقیقت مدیریت این پروژه رو در سال 2020 به عهده گرفت و از پلنینگ و در حقیقت تصویبش تو بورد تا اجرا این کار رو پیش برد. واقعا یک الگوی خوبی برای مدیریت پروژه هست.
این برنامه در پایان تابستان اعلام شد و در پایان دسامبر 15 تا اپلیکنت ما داشتیم برای این برنامه و یه دی هم فاندینگش رو پذیرفتن و یه کرایتریایی برای انتخاب مشخص شد. گروهی این انتخاب ها رو انجام دادن و نهایتا نتیجه این شد که ما 3 نفر رو همزمان ریکوگنایز کردیم. آقای اصفهانی که دانشجو دکترا در دانشگاه بریتیش کلمبیا، خانم فاطمه اسدی دانشجو پی اچ دی در دانشگاه کلمبیا و آقای شهاب موسوی از دانشجو مستر در استنفورد. و قرار شد که اون فاندی جمع شده بین این 3 نفر تقسیم بشه و به هر حال برنامه موفقی بود و امیدواریم که بردهای آینده این رو ادامه بدن. همونطور گفتم یه کمیته گایدلاین داشتیم، کمیته ادهاک، که اینها چندین آیین‌نامه رو تهیه کردن. اولین آیین‌نامه ها که اواخر تابستون انجام شد و در این گروه فریبا آریا، بهرام زهیر، جلیل کمالی و فیروزه صدیق همکاری کردند. آیین‌نامه های اولی مربوط می شد به وظایف مسئولین بورد، هماهنگی های داخل بورد. آیین‌نامه دوم مربوط می شد به در حقیقت برنامه انتخابات که در حقیقت مطابق اون آیین‌نامه الان بورد انتخابات که محشید آجیر و محبوب بلندی و محمود رجب کاملی از سوئد فعالیت دارن و اینها همون آیین‌نامه رو دارن انجام میدن. یه آیین‌نامه هم اخیراً در مورد تعامل داخل بورد و اینها انجام شد، مصاحبه های مختلفی انجام شد و این آیین‌نامه فکر کنم 2 هفته پیش رو تلگرام بود. بسیار گزارش خوبی تهیه شده، پیشنهاد میکنم همه مطالعه بکنن. روی چپترها و یک کمیته چپتر ما داریم، داریوش علیپور، سیامت آرام، رضا معتمد و خود من در این چپترها هستیم و گزارشاشون رو الان خدمتتون میدم. گزارش تورنتو که برای ما ارسال شده، تورنتو از چپترهای قدیمی و بسیار فعال و موفق بوده و خیلی خوب کار کردن، برنامه های مختلفی داشتن. در سال 2019 گدرینگ های مختلف داشتن، دور همی داشتن، همکاری با این کنفرانس آی بریجز داشتن و یه پیکنیک تابستانی. در سال 2020 یه مراسم بزرگ داشته پروفسور رضا رو داشتن و یه سری کلابوریشن با انجمن‌های دیگه در کانادا و یه برنامه خیلی جالبم چپ یلدا برگزار شد که من اونجا حضور داشتم. فکر کنم بیش از 200 نفر رو زوم بودن، بسیار جالب بود. و به هر حال تورنتو یک الگوی خیلی خوبی برای چپترهای ما هست. بعد چپتر سوئد رو داریم، اینا هم یه فعالیت متمرکزی رو در این 2 سال داشتن، تونستن تعداد زیادی رو جذب بکنن، خصوص جوانها رو. برنامه های پیکنیک داشتن و یک الکشن هم برگزار کردن. چپتر سیاتل رو داریم که هومن بدایت و بهرام زهیر اونجا رو اداره میکنن. اینها هم فعالیت های خیلی خوبی داشتن و عمدتا متمرکز بود با روی یه سری وبینارهایی که به صورت ویرچوال انجام میشه و یه سری برنامه های فان، ویدیو تریویا نایت و میت ان کافی و سخنرانان مدعو اجرا کرد. بعد شاخه واشنگتن رو داریم که از سال 2015 تأسیس شده، مهداد سرفراز، سیامک آرام در حقیقت اونجا رو منیج میکنن. گدرینگ های مختلفی داشتن، اینجا عکساش رو میبینید که در داونتاون دی سی انجام میشه. من خودم یکیشو شرکت کردم، جوانای زیادی میان، برنامه جالبیست. سخنرانی ها و وبینارهای پریودیک اجرا کردن و
توی این 6 ماه اخیر هم یه الکشن داشتن و به هر حال واشنگتن دی سی از چپترهای فعال ماست. در تهران هم فعالیت ها کم نبوده، دوستان لطف کردن اونجا هم خانم طبیبی، آقای رضا کیانیه، آقای تفقدی فعالیت میکنن و نام سوتا رو در وطن زنده نگه داشتن و در حقیقت لینک ما هستن با دانشگاه و الومنای اسوسییشن. یه برنامه جالبی در همزمان با 20 سال سوتا داشتن و در حقیقت مراسم اوارد رو در تهران هماهنگ کردن و جوایز رو داد. بسیار، این گزارش چپترها بود. من شیوا یک دو روز پیش تماس گرفت و گفت که در مسافرت هست و واقعا جاشون اینجا خالیه. عضو بسیار فعال ما بود و خیلی از نه تنها کار مالی رو خیلی منظم با برنامه ریزی پیش برد، ولی در این حال تو هماهنگی ها و واقعا یه فردیست که با علاقه و پشن هر جا کسی کمکی میخواد انجام میده و واقعا یک الگوییست برای برد ما. متاسفانه ایشون نتونست تو این جلسه شرکت کنه. من همین دیشب هم با ایشون صحبت کردم تلفنی و یک دو تا سوال رو گزارش مالی که تهیه کرده بود داشتم و باز، ولی ظاهرا مثل که تعهدی از قبل داشتن و نتونستن با ما باشن. به هر حال ازشون تشکر میکنم برای گزارشی که تهیه کردن. این گزارش مالی سال 2019 هست و در حقیقت تقسیم شده به یه بخش درآمدها و یه بخش هزینه ها، وجودی چکینگ و سیوینگ و کل موجودی. در حقیقت این ستون آخر چیزیست که میخواید توجه بکنید. ما یه چیزی حدود $3,500 از ممبرشیپ دریافت کردیم. سال 2019 تازه ما این برنامه فاندریزینگ شروع شده بود، مقادیر کمی تونستیم جذب بکنیم. به هر حال $7,600 اینکام ما بود در 2019 و از ما با حدود $10,000 شروع کرد از برد قبل دریافت شده بود در حساب ها. و از نظر اکسپنس ها ما یه سری کارهای اکانتینگ و لیگال داشتیم برای همون ثبت سودا، مالیات ها و غیره. ایونت های چپترها بود که یه سری پرداخت های موقته بود از بورد های قبلی، ما لازم بود که اینا رو بهشون ریمبرس بکنیم و یه سری خزینه های وبسایت ماهانه، ما یه پرداختی برای وبسایت و سافرش داریم دادیم. و به هر حال ما با 8300 این سال 2019 تموم شد. در سال 2020 همینطور که میبینید یک جهش خوبی در اینکام داشتیم که $6,400 رو فر از آن تقبل کردن، کمک کردن. $2,200 هم درآمد داشتیم از ممبرشیپ و باز یه سری هزینه های لیگال و اکانتینگ رو داشتیم که پرداخت شد. باز یه سری بایستی پرداخت هایی به چپترها می شد به خاطر حق عضویت که اینا یه مقدارش مربوط به دوره ما بود، یه مقدار از دوره های قبل برای ما رسیده بود که اینا رو دادیم و نهایتا باز تونستیم یک کمی بهتر از اونجایی که شروع کرده بودیم بالانس سوتا رو تموم بکنیم. و این خیلی خوبه با توجه به اینکه هزینه های خیلی زیادی به ما تحمیل شده بود، یه سری پرداخت ها از گذشته مونده بود که باید می پرداختیم، ولی باز تونستیم که بودجه رو بالانس کنیم. خب من یه چیزی هم در مورد آینده سوتا تهیه کردم که اینم خیلی سریع میخوام خدمتتون بگم. ببینید برنامه های سوتا از گذشته تو این 20 سال رو چند تا محور استوار بوده. اولیش که همون که تو میشنمون هست، Connect Worldwide Community of Sharif University Alumni Faculty Student، با
مهیا کردن این فضا چه از نظر فیزیکی با کمک چپترها و چه از نظر ورچوال توی سوشال میدیا. بنابراین اولین گول یه سری استراتژی هایی هست که اینها ممکنه با بوردهای مختلف تغییر میکنه، ولی هدف در حقیقت ثابت است. هدف بعدی یه سری برنامه های آموزشی هستش برای فارغ التحصیلان، برای دانشجوها، و اینا از طریق اولین کاری که باید میشد و در همیشه در بوردهای مختلف شدیم که شناسایی بشن که متخصص از این 60,000 تا فارغ التحصیل شریف تخصص ها کجا هست و چطور میشه اینا رو انتقال داد. پس یه دیتابیسی آماده شده، هر بوردی یه مقدار روی این دیتابیس کمک کرده، ولی باید این تکمیل بشه و یه سری وبینارها در چپترها و در بورد تشکیل شد که اینا به این کارهای آموزشی کمک کردن و یه سری هم سخنرانی ها. یک در حقیقت هدف خیلی مهم هم پیشنهاد شد به ما، همونطور که گفتم ما یک کمیته بود که فریبا آریا تشکیل داده بود که یک پروپوزال بدن برای آینده سوتا، چطور میشه اعضا رو زیاد کرد، چطور میشه جوانان بیشتری رو جذب کرد، و یه پیشنهاد خیلی خوبی در مورد منتورشیپ و امپاورمنت اینا دادن که خب این پروپوزال دو ماه پیش به دست ما رسید و این خب بورد ما این مورد تایید هست و پروپوزال، ولی خب کارهای اجراییش لازمه که از روی هدف سومی لازمه که در بوردهای آینده پیگیری بشه و امیدواریم که دوستان همت کنن، و چون کار بسیار مهمی است و من فکر میکنم که چاره ساز هست برای اینکه هم اعضا زیاد بشن هم جوانان بیشتری رو جذب. یک هدف دیگه هم که واقعا evergreen و اون اینه که واقعا سوتا و همینطور انجمن فارغ التحصیلان باید یه همتی بکنه و این حس غرور رو به در فارغ التحصیلان زنده نگه داره و این کالچر کار داوطلبانه. ما در سوتا در انجمن اینا کارهای داوطلبانه، واقعا یکی بایستی پشن داشته باشه، وقت داشته باشه، علاقه داشته باشه، مهارت‌های کار تیمی داشته باشه که بیاد تو این کارا و موثر باشه، و این به نظر من خیلی جای کار داره که کمک کنیم این فارغ التحصیلایی که میان و به هر حال بعدش میرن دنبال ادامه تحصیل، میرن دنبال در حقیقت تأمین معاش و کار و حرفه و اینا، شریف و فراموش نکنن کار داوطلبانه و این یه چیزی رو برگردونن بشن به همکلاسی هاشون و هم دانشگاهی هاشون. این خیلی کار فرهنگی میخواد، قوی میخواد. به هر حال فعالیت های بورد، فعالیت های چپتر ها اینجا موثره، ولی خیلی بیشتر باید. به هر حال اینا مطالبی بود که من به عنوان یه چشم‌انداز آینده اهداف آینده سوتا میبینم که امیدوارم بورد های آینده این رو پیگیری بکنن این اهداف رو. اینجا نهایتا میخوام تشکر بکنم از ابتدا از حامیان انجمن و من دیگه اسامی رو نمیگم، ما وقتمون گذشته از اون تایملاینی که داشتیم، یک کمی دیر شروع کردیم، یک کمی هم عذر میخوام پرزنتیشن من طول کشید. به هر حال از همه این دوستان که کمک کردن و فاندریزینگ به ما کمک کردن ممنون هستیم. همینطور ممنونیم از همکارانم، 30 و خورده‌ای افراد و من مطمئنم بیشترم بودن، من تونستم 30 و خورده‌ای نفر رو شناسایی بکنم که واقعا توی 2 سال کمک کردن و این لیست رو اینجا شما میبینید. اینا از چپترهای مختلف هستن، در شهرهای مختلف هستن، از پیشکسوت ها هستن، از جوان ها هستن، ولی همه واقعا با عشق و علاقه کمک کردن به ما. و از همین فریبا آریا من میتونم شروع بکنم، ایشون شرکت خودشو داره، یک همسر، یک مادر، یک مادر بزرگ، این همه مسئولیت ها رو داره، ولی
برای خودش این اعتقاد داشته که از همون شروع سوتا یه وقتی رو بذاره کنار و خیلی وقت گذاشته در تدوین این برنامه راهبردی، یه گروهی رو دور خودش جمع کرده، تو خبرنامه ها کمک کرده در تدوین برنامه. یا مثلا همین آقای اسکویی، بابک اسکویی که ما تو تلگرام شناختیم و این تو این برنامه شعرخوانی میاد و برای چند نفر شعر ایران رو میخونه، موزیک آذری پخش میکنه. یه طیف وسیعی از این همکاری ها هست. یا هومن بدایت رو بگم که شاخه محلی سیاتل بدون هیچ سر و صدایی، واقعا اصلا هیچ کس کسی نمیشنوه از این فرد که چیکار داره میکنه، ولی سرش انداخته پایین و واقعا یه سری وبینارهایی رو دو ماه یه بار توی فیسبوک میذاره و یه در اونجا جمع میکنه. کیوان حجری همینطور خیلی به ما کمک کرد تو ادمین سوتا و همه دوستان دیگه، واقعا همه کمک میکنن. نیلوفر شاداب با فریبا آریا همکاری کرده. آقای تفقدی واقعا یه فرد بازنشسته هستش و ولی وقت میذاره برای انجمن، وقت میذاره برای سوتا و تو هر مراسمی نمیدونم دوتا کیک میخره بیستومی سال سوتا و یه جشنی رو توی پارک تهران برگزار میکنه. واقعا از همه این دوستان ممنونم. عذر میخوام علت وقت نمیتونیم از همه واقعا با نام قدردانی کنیم، ولی واقعا ممنونم که این داوطلبانه و با عشق و علاقه به هم دانشگاهیاشون خدمت. دنباله لیست همینجا باز هستش. محمود عالم رجبی رو داریم که در بورد انتخابات کمک هست برای محشید آژیر و به بلندی، جوانی است در سوئد زندگی میکنه، از فارغ التحصیلای شریف ندا صالحی رو داریم که بین تورنتو و تهران در رفت و آمده و در تدوین آیین‌نامه ها با فریبا کمک کرده. فروز طبیبی، رضا کیان‌نر، نگار متوریان و خانم وهاب‌زاده هم که اخیراً خیلی فعالن و شاخه کالیفرنیا رو دارن انجام میدن. به هر حال ممنونم از توجهتون. من فکر میکنم در مجموع کارنامه قابل قبولی داشتیم، تیم قوی داشتیم. واقعا من فکر کنم که قوی ترین تیم های بورد بودن. 4 نفر عضو بورد ما دکترا دارن و بیش از شاید 70-80 سال تجربه حرفه‌ای هست و به هر حال ما تلاشمون رو کردیم، اونچه که از دستمون برمی اومد انجام دادیم و خیلی هم ما کمک کردن که ازشون ممنون. من اینجا صحبتم رو تموم میکنم. همونطور که شهریار گفت ما کیوانه رو در 2 بخش دنبال میکنیم. یکی سوالات هست در مورد این گزارشی که خدمتون ارائه دادیم که بنده و اعضای بورد در خدمتون هستیم، پاسخ میدیم. اون نیم ساعت طول میکشه، بنابراین الان من میبینم که نزدیک ساعت 1 هست، تا 1:30 ما به اون سوالات جواب میدیم. از 1:30 به بعد هم ما سوالات عمومی رو انجام خواهیم داد. رضا معتمد فسیلیتیتور این برنامه هست و من الان از شهریار خواهش میکنم که این به هر حال جلسه رو بهش بسپرن. بازم از همه شما ممنونم برای حضورتون و برای کمکاتون. شما میتونید شیر دسک رو الان تموم بکنید. من یه گزارشی از وکیل دارم که برای همه اعضا بدم، خیلی کوتاه، ولی شما شیر دسکتاپ شیرتون رو میتونید الان تموم کنید. اوکی عزیزان، ما وکیل رو برای این مسئله که آیا از ایران به خاطر تحریم ها مشکلاتی وجود داره برای عضو شدن، برای رأی دادن، برای آمدن توی اعضای هیئت مدیره، برای شرکت کردن در وبینارها و سوشال میدیاهای ما آیا مشکلی هست یا نه؟ اولین جواب، هیچ اشکالی برای عضو شدن یا رأی دادن از اعضای ایران وجود نداره. دوم، تمام وبینارها
تمام سوشال میدیاها تا زمانی که صحبت‌هایی که جزء تحریم‌ها هست نشه، مثل مسائل اتمی و غیره، هیچ رستریکشنی وجود نداره. از دو طرف میتونن در تمام این برنامه‌ها بدون مشکل شرکت بکنن. سوم، آیا میتوانن در هیئت مدیره انتخاب بشن یا نه؟ بله، میتوانن در هیئت مدیره انتخاب بشن، به شرط اینکه رئیس، منشی، خزانه‌دار و نایب رئیس نباشند. یعنی اون چهار تا رو از ایران نمیتونیم داشته باشیم، اما میتوانند جزء هیئت مدیره باشند، در تمام جلسات شرکت کنند، در تمام بحثا شرکت کنند. و سلام، قصه تمام، تبریک به همگی. شهریار جان سوال میشه کرد روی این مورد؟ ببخشید. البته، ولی مسئول این قضیه از